आसमां बारद निशान अलवक्त में गोयद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بینندگان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برنامه فارسی مسیر شاهندگان را از سیمای مسلم تلویزیون احمدی آغاز میشه برنامه قبلی بیان کننده نماز پنجگونه به اضافه نماز تهجد و برکات اون بوده و این برنامه امروزی پخش کننده مطلب درود بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم می باشد این مطلب بسیار مهم و به گفته قرآن و حدیث و مقربان خدا خیلی به برکت و باعث ثواب است در ادامه شرط سوم از جمله شروط بیعت اعلام کرده حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام حالا موضوع سخن درود بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم می باشد حضرت مرزا مسرور احمد امیر مومنان و خلیفه پنجم مسیح و مهدی موعود علیه السلام چند سال پیش و هم اخیرا طی خطبه جمعه خود فرمودند که در شرط سوم بیعت مهمترین امر کوشش برای گفتن درود بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم و آله شما است و نمودن مداومت بر اون است حضور انور خداوند یار و یاورش باشد با آوردن آیه قرآن گفتند که قرآن شریف می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما الاحزاب آیه 57 یقینا خدا و فرشتگانش بر نبی رحمت می فرستند ای کسانی که ایمان آورده اید شما نیز بر او درود و خوب سلام بگویید سپس حضرت امیر مومنان خداوند یار و یاورش باشد حدیثی را بیان کردند که روایت است از حضرت عبدالله بن عمر بن العاص که ایشون رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را شنیدند که می فرمودند وقتی شما مؤذن را در حال گفتن بانگ نماز گوش کنید آنگاه شما نیز همون کلمات را تکرار کنید که او میگوید سپس درود بر من بفرستید کسی که بر من درود خواند خدای تعالی بر اون ده برابر رحمت میفرماید سپس فرمودند برای من از خدای تعالی خواهان وسیله باشید که از جمله مراتب بهشت رتبه ای است که به یکی از بندگان خدا خواهد رسید و امیدوارم که او من خواهم بود که هر که از خدا برای من وسیله خواست شفاعت در حقش حلال گردد صحیح مسلم کتاب الصلاة حضرت امیر مومنان
فرمودہ ان حدیث را تصریح کردن که پس این امر را همه باید مد نظر داشته باشند که به منظور نیل به خوشنودی خدای تعالی به جهت وصال خدا و برای اجابت عدیه خود در بارگاه خدا ضروری است که ما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را واسطه برگزینیم و واسطه نیکوتر برای این کار به عنوانی که در احادیث مذکور است و حضرت مسیح موعود علیه الصلاه و السلام نیز فرمودند همین است که درود باید با فراوانی گفت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پس حضرت امیر مومنان در بیان حدیث دیگری فرمودند که روایتی هست از حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ که حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند هر کدام مسلمان که بر من درود میفرستد تا وقتی که او گفتن درود بر من را ادامه میدهد فرشتگان تا اون دم بر او درود همی فرستند. اکنون او بخواهد او را کم کند و یا بخواهد بر اون بیفزاید. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ می فرماید که دعا در میون زمین و آسمون معلق می ایستد و تا وقتی که تو درود بر پیغمبر خود صلی اللہ علیہ وسلم نفرستی هیچ کدام بخشیان برای پیش شدن به حضور خدای تعالی بالا نمی رود. سنن ترمذی کتاب الوتر. روایتی هست از حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند از جمله مردم آن کس در روز قیامت نزدیکتر من باشد که از میان اونان فرستنده درود بر من بیشتر از همه با خواهد بود. سنن ترمذی. حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلاۃ والسلام تجربه شخص خود در خصوص برکات درود را در این کلمات بیان می فرمایند یک بار چونی اتفاق افتاد که نسبت به گفتن درود شریف بر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرا تا زمانی بسیار استدراک موند چه یقین داشتم که راههای خدای تعالی نهایت دقیق و بجز واسطه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتوان حاصل آمد. به عنوانی که خدا نیز می فرماید وابتغوا علی الوسیلہ. آنگاه من پس از مدتی در حال مکاشفه دیدم که دو سکه یعنی آبرسون آمدن یکی از راه درونی و دومی از راه بیرونی وارد خونه من شدند و بر دوشایشان مشک های نور است و می گویند هذا بما صلیت علی محمد. حقیقت البی حاشیه صفحه 128 روحانی خزائن جلد 22. یعنی این برکات در ازای اون درود است که تو بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستادید. حضرت مسیح موعود علیہ السلام می افزایند می بینم که تفعیل درود شریف
فیوز خدای تعالی به شکل عجیب نور به سوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم می رواد. و آنجا رسیده در سینه حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جذب میشه و از آنجا بیرون آمده آنها را مجراهای بیشمار میشه و هر کدام حقدار را به تناسب سهم اون میرسد. باری هیچ گونه پیر بدون وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به دیگران نتوان رسید. درود شریف چیست؟ تکون دادن به آن عرش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم که مجراهای نور از اون منشعب میشه. اون کس که دوست دارد که فیض و فضل خدای تعالی را کسب نماید بر او الزام آور است که درود را به کثرت بگوید تا این که در اون فیض حرکت پدید آید. الحکم 28 فوریه 1903 صفحه 7. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می فرمایند انسان در حقیقت بنده یعنی مملوک است. کار مملوک از این قرار است که مالک هرچی فرمان کند اون را منکاد شه. همینطور اگر شما می خواهید که از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسب فیض نمایید، پس الزامی است که مملوک او باشید. در قرآن شریف خدای تعالی می فرماید کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اینجا منظور از بندگان همه ممالیکند و نه عالم خلایق. به جهت قرار گرفتن مملوک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری است که بر ایشون صلی اللہ علیہ وسلم درود بگویید و از هیچ کدام فرمان ایشون عدول نکرده و کاربند بر همه احکام باشید. البدر جلد 2 شماره 14 تاریخ 24 اپریل 1903 حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در ادامه می افزایند اللهم صل و سلم و بارک علیه و آله به عدد همه و کمه و حزنه لهذه الامه و انزل علیه انوار رحمت کا الالعباد. خدایا درود و سلام و برکات بفرست برشون و بر آلیشون. رحمتها و برکات آنقدر زیاد که هم غم و اندو در دلشون برای این امت بوده و انوار رحمت های خود را برشون همیشه نازل کن. این بود آیات قرآن، کلام خدا، احادیث کلام رسول و مقتبسات امام زمان حضرت مسیح و مهد موعود علیه السلام در خصوص گفتن درود و سلام بر حضرت خاتم الانبیاء مقصود کائنات و آل ایشون صلی اللہ علیہ وسلم و تاثیرات این ورد مبارک بر روح انسان. و اکنون موضوع بعدی یعنی مداومت بر استغفار را ارائه خواهیم داد. حضرت امیر مومنان خداوند یار و یاور ایشون باشد می فرمایند که استغفار را مداومت کنید و افزودند که در شرط سوم ذکر از استغفار نیز در میون است. خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید پس گفتم از پروردگار خود آمرزش بطلبید، یقیناً او بسیار آمرزنده است. او ابری
بسیار ریزان را بر شما فرستاده و شما را با اموال و اولاد کمک خواهد کرد و برای شما باغ‌های قرار خواهد داد و برای شما انهار را جاری خواهد نمود. سوره نو آیات 11-13. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. النصر آیه 4. پس به تحمید پروردگار خود او را تسبیح کن و از او بخشش بطلب، به راستی او بسیار توبه پذیر است. در این باره حدیثی است، ابو برده بن ابی موسی رضی الله عنه مراجعه به پدر خود ابو موسی رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که خدای تعالی برای سپردن دو دست امانت به امتم بر من وحی فرستاده که بدین ترتیب است. و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. الانفال آیه 34. یعنی نیست خدا که عذابشان کند در حالی که تو در میانشون هستی، و نیز خدا عذابشان کند در حالی که بخشش میطلبند. پس چون از آنان جدا شدم، آنگاه استغفار را میانشون تا قیامت بر جا نهادم. جامعه ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، تفسیر سوره الانفال. روایت است از حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند ان کس که متماسک به استغفار میموند، خدای تعالی برایش از هر یک محنت راه خروج پیدا کرده و برای هر یک مشکلش بر او راه رستگاری را باز میسازد و رزق را از اون طریق میدهد که در مورد آن نتوان تصور هم کرد. سنن ابو داود، کتاب الوتر. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام افزایند که استغفار که ریشه های ایمان با اون استوارتر میشه، در قرآن شریف بر دو معنی آمده. یکی این که جلو گیری کردن با قلب ثابت در محبت خدا از گناهان گلیان کننده در حال تنهایی به واسطه تعلق خدای تعالی و پیوند زده به خدا از او استمداد نمودن. این گونه استغفار از آن مقربان است که جدا شدن از خدا را برای یک طرفت العین هم موجب هلاک خود می دونند و به استغفار می پردازند برای اینکه خدا در محبت خود نگاه دارد. و استغفار را نوع دوم این است که از قلمرو گناه بیرون آمده و به سوی خدا شتافتن و کوشش کردن. چنانکه درخت در خاک بی خاور میشه، همه طور قلبم اسیر محبت خدا گردد تا نائل شده به نشو و نمای پاک از یبوست گناه، یعنی از خشکی گناه و زوال پذیری ایمن گردد. و این هر دو صورت را نام استغفار نهاده شده، چه کلمه غفره که استغفار مشتک از اون است، فرو پوشیدن و فرو نشوندن را میگویند. به عبارت دیگر، استغفار را مطلب این است که خدا گناهان آن کس را که خود را در محبت او ثابت میدارد فرو نشاند
و نگذارد تاریخ های بشریت براه نگردد، بلکه در جامعه الوهیت فرا گرفته از قدوسیت خود برهمان سازد. و اگر چنانچه ریشه و پدیداری گناه براه نگردد، آن را باز فرو پوشاند و از بد تاثیر برهنگی اون نگاه دارد. پس چنانکه خدا سرچشمه فیض است و انوار شر آن به دور ساختن هر گونه ظلمت آماده اند، بنابراین به حصول حیات پاک طریق مستقیم همین است که ما ترسان از این حالت بیمناک دو دست خود را به سوی این چشمه پاکی دراز کنیم تا این چشمه به سرعت به سوی ما روان گردد و تمامی گند ما را یک بار ببرد. برای خوشنودی خدا هیچ قربانی دیگر بالاتر از این نیست که ما با قبول مرگ وجود خود را فرا پیش او تسلیم نماییم. باب پاسخ به چهار سال سراج الدین عیسائی. سپاس ایشون می فرمایند اگر چنانچه از خدا توان به طلبند، یعنی استغفار کنند، آنگاه ضعف‌هایشان با تعییدات روح القدس دور شده و از ارتکاب گناه می توانند مصون بمانند، بدان گونه که انبیاء و رسولان مصون میمانند. و اگر کسانی اند گناهکار شده، آنگاه استغفار به نفع آنها تمام میشه که از معال گناه یعنی عذاب نگاه داشته میشن. چه ظلمت با آمدن نور نمیتواند بر جا بماند و بزهکاران عادی که رو به استغفار نمی آرند، یعنی از خدا نیرو نمی طلبند، اونها به وزکاری های خود پیوسته مجازات می شند. کشتی نور روحانی خزائن جلد 19. در ادامه حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می افزایند بعض آدمیان چنینند که اونها را از گناه خبر می باشد و بعضی هند که اونها را از گناه خبر نمی باشد. به همین دلیل خدای تعالی التزام به استغفار داده تا انسان برای هر نوع گناه، اما از این که ظاهری باشد یا باطنی، به تو علم باشد یا خیر، با دست و پاهای و زبان و بینی و گوش و چشم از هر گونه گناه پیوسته استغفار کند. امروزه دعای آدم علیه السلام را باید خوند: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. الاعراف آیه 24. این دعا همه از ابتدا مستجاب است. آیات را غفلت زده بسر نبرید. آن کس که زندگی را غفلت زده نمی گذارد، هرگز انتظار نیست که او دچار سختی فوق طاقت گردد. هیچ سختی ای بلا اذن خدا نمی آید. به طوری که این دعا به من وحی شد: رب کل شئ خادمک، رب فافرنی وانصرنی وارحمنی. ملفوظات چاپ جدید جلد دوم صفحه 577. حضرت امیر مومنان خداوند یار و یاور ایشون باشد با اشاره به مقتبس حضرت مسیح موعود علیه السلام بر موضوع توبه و استغفار می فرمایند حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام فرمودند: و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. هود آیه 4.
به خاطر دارید که به این امت دو چیز عطا فرموده شده، یکی برای گرفتن طاقت و دومی طاقت به دست آمده را به صورت عمل نشون دادن. برای گرفتن طاقت استغفار است، آنچه را به عبارت دیگر استمداد و استعانت نیز می گویند. منقول از صوفی است به طوری که با ورزش مثلا با برداشتن و چرخوندن گرد و گوپال ها بر طاقت و توان بدنی می افزاید، همینطور گوپال روحانی استغفار است. به واسطه این رو به نیرو شده و در قلب استقامت پدید میشه. آن که نیرو میخواهد او باید استغفار کند. غفرا فرو پوشیدن و فرو نشوندن را میگویند. انسان با استغفار کوشش به فرو پوشیدن و فرو نشاندن اون احساسات و افکار می کند که از خدای تعالی باز می دارد. پس استغفار را همی معنی است که اون موادهای زهر آلوده که حمله کرده و در صدد هلاک انسان بر آیند بر آنها اصلاح یابد. و از موانع در راه به جا آوری فرامین خدا حذر کنه، آنها را به رنگ عمل نشان دهد. این مورد نیز باید به یاد داشت که خدای تعالی در انسان دو نوع مواد را قرار داده است. یک سمی است، آنچه را موکل شیطان است، و دوم تریاکی است. وقتی انسان تکبر کرده و خود را چیزی می دوند و از چشمه تریاقی مدد نمی جوید، آنگاه قوه سمی اصطلاح می یابد. اما چون خود را خوار و حقیر شمرده و در خود ضرورت مدد خدای تعالی را احساس کند، آنگاه چشمه از جانب خدا ظاهر میشه که بدان روحش رو به گداز آورده و روا میشه و استغفار را همی ماناست. یعنی اینکه اون با گرفتن نیرو بر مواد زهرالوده غلبه کند. عزیزان، با این آیات قرآن، احادیث و مقتباسات جذاب و دلنشین مسیح زمان علیه الصلاه و السلام برنامه امروز پایان می‌یابد و تا نشست بعدی خدا نگهدار و روزهای شما خوش. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسمان بارد نشان